سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و گاد آف وار رگناروک والهالا. بله، دیلسی رایگانی که هدیه کریسمس استودیوی سانتا مونیکا و پلی استیشن برای تمام عاشقان گاد آف وار بوده. بازی که خب دیشب اومد و تا من دانلودش کنم حدود 8 گیگ دانلودش بود و سیستم هم که بچه ها باید دانلودش کنید من توی این ویدیو هم نشون میدم. شما اگه گاد آف وار نصب بشه روی دستگاهتون، خب یه دونه گزینه اونجا میاد نوشته لول 3 میزنید و حدود 8 گیگ روی پلی استیشن 5 باستی دانلود کنید. بعد برای خود بازی هم یه آپدیت جدید میاد با حجم 2 گیگ، در تقریبا 10 گیگ باستی دانلود کنید روی پلی استیشن 5 و بعد دیگه میتونید برید داخل بازی. از گزینه والهالا بهش اضافه شده. اما نکته‌ای که وجود داره، خب شاید بعضی از شماها به صورت اکانتی این بازی رو خریده باشید یا نه دیسک های داشته باشید که ریجنش هم ریجن اون اکانت شما نباشه، اونجا احتمالاً این گزینه نمیاد براتون. حالا من نمیدونم، من چک نکردم، ولی اگر دیدید کم شد، ولی مثلا زدید ببین گزینه نمیاد، میگه هرچند مثلا هر کاری میکنم اون گزینه آپدیت فری نمیاد مثلا، و هی مینویسه پول بازی رو مینویسه، مینویسه مثلا 60 دلار باید بخری بازی رو. خب اینجا اونجایی که خب اول میرید یه دونه عموما با یه اکانتی که آدرس انگلستان ساخته شده باشه، اگه همون اکانت رو برید، یعنی اون اکانت رو بسازید، اگه دارید برید واردش بشید، دیسک گاد آف وارتون رو بذارید داخل. اون موقع اگه نصب باشه بازی میبینید که گزینه فری میاد، از اونجا شروع دانلودش میذارید دانلودش تمام بشه، بعد سویچ یوزر میکنید و میتونید بازی رو اکانت خودتون بازی کنید. این برای اونایی که دیسکه. اونایی هم که اکانت دارن، خب اونی که اکانت ظرفیت 3 داشته که تو همون اکانت ظرفیت 3ش این گزینه حتما میاد، میتونه بازی کنه. اونی که ظرفیت 2 داشته باید بره توی اکانت دوباره، بعد از اون فروشنده یا هر کسی که خریدید اجازه بگیرید، بگید ما می‌خوایم برگردیم توی اکانتمون و اینو ادش کنیم، ببینید بهتون چه راهنمایی می‌کنه. میگه آره خب بیا این کدشو بهت میدم، یه دور دیگه برو توش اونو اد کن تو دانلودت که بتونی چیزش کنی. پس یا اگه دسترسی دارید بهش که دیگه هیچ دیگه. پس اینا نکاتی بودن که لازم بود برای اونایی که شاید به مشکل بخورن. امیدوارم مثلا کلا مشکل نخوره و به همه بده، ولی اگه دیدید گزینش نمیاد مشکلش اینه. اما دیگه بیشتر از این توضیح ندم، بریم که گاد آف وار والهالا. بچه ها فقط یه مود روگلایک نیست، یه مود، یه لول جدید، یه داستان جدید، ادامه، نوشته اپیلاگ داخل اینترنت پلی استیشن زده بود، یه اپیلاگ یعنی یه پایان بندی بر گاد آف وار رگناروک. و همونجور که میبینید منم که پلاتش کردم، ولی درصدش اومد پایین، شد 36 تا 48، یعنی تروفی جدیدم به بازی اضافه کردن. دمشون گرم که اینقدر به اون حال دارم میدن قبل کریسمس. بریم زودتر شروع کنیم که سر ندارم ببینم چی میشه. خب دوباره برگشتیم به این منو و هولو نیو گیم پلاس هم اومده. اوه من اصلا بازی رو بعد که پلاتش کردم خودش پاک کرده بودم، برام معلوم شد دوباره 80 گیگ دانلود کنم، ولی نیو گیم پلاس اومده که یادم یه لباس خفن بهش اضافه شده بود. و حالا خب میگه کانتنتی که در پیش رو داریم بعد از تمام کردن با پلاتش کردیم، حتی خیلی وقت گذشته از این. وای چه جالب، سبک دیابلویه جوری، مثلا حالت درصد بهتون هر چی سخت‌ترش کنید جوازش بیشتر میشه. این دیگه هایست کامبت دیفیکالتی. وای خدای من، بس فعلا یه بارم جوری ببینیم چه خبره. چرخه دیگه. وای همین اولش هم بود. هاج گرافیکو ببین، 60 فریم. چرا من فکر کردم این دث استرندینگ دیگه؟ به خاطر آبا و اون سیاهی صحنه اش. با چه زرهی هم اومده، با زرهی که فکر کنم زد اون روح ها رو کاش. مطمئنه که چیزی از اینجا یادت نمیاد؟ آره چیزی که به درمون بخوره. نه Tell me, brother. Why exactly are we doing this? برای که داستان داره. نمیدونم. خب واقعا الهام بخش بود این صحبتی که کردیم با هم دیگه. آجی گرافتش خیلی بالا طرفته به نظرم. دوباره حس دوال سنس به زیبایی تو دسته. یعنی فقط ببین، میدونم که توی آدم که باهوش‌ترین آدم دنیاست انتظارش چیزای بیشتری بدونم، ولی خب باید بگم که از فریا کمک بگیر، اون خیلی علاقه به سوال کردن با من نداره، برعکس داداش. ولی خب تو عادت هست که خودت میخوای باور کنی، رایی به خودت میگی که باورش کنی، مثل که اینجاش هنوز داستان به اونجایی نرسیده که با فریا. آه دیگه دوستانی که تمام نکردید، من سعی میکنم خیلی اسپویل نکنم، ولی اگه زیادی حساسید دیگه
در تو پا... نمیدونم این ادو... این اپیلاگه، اپیلاگ بازیه. این کیه؟ این یه دونه از همین چیزه هاست، گاردین هاست، فرشته هاست. چی بود اسمشون؟ من میگم یه سال پیش باز کردم یادم نمیاد. یه ساحل می‌دیدم. خاک سیاهه. دقیقا همون جوری که توی نامه دعوت اومده بود. بالاخره به این لعنتی رسیدیم. سر شنیدم داستان داره. آه بیبی. همه چون هم فول اپگرید ها. نما کن تبره فول سیاهه. اونجا یه دونه یه اتفاق داره میفته. خب برگردیم به نکته اصلیمون از دوباره. ساحل. ساحل رو بگرد. دیگه تمرین کنم یادم بیاد. او با ال یک دفاع کردیم. با چه ضربه می‌زدیم؟ خب با چه ضربه می‌زدیم؟ آره مثلث بود. من مثلث می... الان دستم گرم نیست اونقدر که موقعی که پلاتش کردم. چجوری اون رو چه ضربه می‌زدیم با اینا؟ یکم بزنم یادم میاد. Well, that felt unsettling. Like we've plunged into a dream. حس عجیبی داره. انگار که توی یک رویاییم. بچین بالا با دایره. خب، میخواد یه راهنمایی کنه یادمون بیاد. بیا، آره. رفرشر چجوری باید انجام بدیم؟ نه، آموزش نیست. در واقع میخواد دکمه هاش یادمون بندازه. بایدام یادمه. بله، اینجا رو داشته باشه. نظر نمیرسی کسی اینجا بخواد بهمون خوش آمد بگه. این چه خدایی بوده؟ قفله. فکر نکنم قبول کنی که همین رو قبول کنیم و رامون رو بکشیم بریم چون قفله. به زبون برای اینکه ارباب خودت باشی ارباب خودت باش. آره شاعرانه بود ولی خب میگه برای اینکه تونه ارباب دیگران باشی اول ارباب خودت باش. بکنم یه همچین جمله بود. واجا وای بخش های پایانی والهالا رو بگرد. یه مشکلی هست. احساس کنم ضعیفتر شده. وای سلاحامون پوکید. سلاحامون پوکید. بکنم یه چیزی اومده رو بدنمون. احساس ضعف کرده. بزنم بینم دکمه هاش چیزی بود. شیلمون باز نمیشه. اینا یخی هم دیگه باید با یخی بزنه میشود. انتظار نداشتم شاید این دشمن هایی رو اینجا ببینم. جالب شد. واا اینجا هم میتونیم وپن پث یا مسیر اسلحه‌مون انتخاب کنیم. قدرت رایزینگ ویندمون رو افزایش بدیم یا قدرت هایپریم پولمون رو افزایش بدیم. چه میدونم نشونم بدیم. یعنی اینو قدرتش افزایش بده یا اینو. خب این توانی کشتن خودمونه. اینم اینجا این نیزه از این کمبای نیزه است. این مهمتره.
میگه اینا رو که میگیری بونس میده به ضرباتی که میخوای بزنی. به اینجوری داری یه خط رو پر میکنه، هر دور یه چیزی داره. خب حالا بریم در این بازی این دور چیزها رو بعد آدم خودش بازی کنه. خب حداقل اینجوری همجوری دستخاری نمیخوایم بریم داخل. هم اینجور بازی ها رو بعد یکم یه چند دور بره تا بفهمه قضیه چیه. بعد که رو افتاده دیگه کلاس به کلاس میفهمی چی به چیه. الان میرید از خب مثلا این یخیه دیگه عوض کنم اینجور یخ. الان نیزه ندارم. حالت یخ گیرش میدازیم. پولی که داره به ما میده اسمش فلیتینگ اکوز. خب مثلا این یکی یه صندوقچه یه که علامت روینیک روشه، یعنی فکر کنم آپگرید قدرت های روینیک مونه. آره درست میگم، روینیک اتک ها همونایی بودن که اسپیشال اتک ها اونن که مثلا یکیش هر 150 ثانیه پر میشه، یکیش 100 ثانیه یه بار پر میشه. این قدرتش زیاده، اینجوری میتونه دشمنا رو بکشه سمتمون. این یکی چیکار میکنه؟ میره جلو یکی از دشمنا رو چیز میکنه، لتو پار میکنه از راه دور، ولی هر 100 ثانیه ای میاد. هر 100 ثانیه بهتر تو باز چرخه ای. خب پس چست روینه کم فهمیدیم چی کار میکنه. برای جونی به من بده، من جون نمیفهم قضیه چیه. ببین هی از دنیای به دنیای دیگه، مثلا اینجا الان چیزه، این دنیای خدایانه، چی بود اسمش؟ اینا چیه؟ قفله. به نظر میرسه از اون بر نمیتونیم بریم و رایی هم نیست که بازش کنیم. باش Perhaps the last remaining pocket of Asgard. بخشای پایانی ازگارده. آه، دقیقا اینجاش بدون جنگ به نظر میرسه. یه نگاهی به اطراف بندازیم. واقعا معتقدی که فریا اگه بود بهمون کمک میکرد؟ کمک میکرد، عقلتو سر از جا میآورد و یه وضعیت برد بردی بود. واقعا من نفهم چه سودی داره که از اون دوری کنیم. من از اون دوری نمی کنم. ای بابا داداش، ما الان تو والهالا هستیم برای که با اون نباشی. من از اون دوری نمی کنم. من برای فریا ارزش قائلم. خب اینو باور میکنم. خوشحالم که اینو قبول داری پایتر. فکر کنم اونم تو رو یه جورایی بهت ارزش داشته باشه. اون فقط منو مورد استفاده میدونه، ولی ما دیده اون یکی نیست. من فکر نکنم اون بدون چی از من میخواد. چی از تو میخواد؟ یه جورایی داستانش هنوز به اونجایی که پایان بازی نرسیده اینجا. میدونی؟ پایان بازی موضوع بقیه فرق میکنه. خب مثلا اینجا یه سری جعبه های پشت این هاست. بایم پایینه؟ ببینیم قضیه چی بوده؟ شاید پیچه چی داستان رو پیچ اومده فریا زده اینو کشته. جون چجوری به اون میده؟ این چیه؟ کاری نمی کنه؟ خب بدونه این چیزا گیر آوره. مستری سیل پوله. اینجا هم قفله. فلیتینگ اکوز. شبیرم از اینجا پایین نه. خیلی برام جالبه که ببینم مال همه فرق بکنی یا نه. اوائل شبیه همه. بیا شیلد دارم مگه؟ ندارم شیلد، تجوری شیلد بزنم. نمیدونم شیلد ندارم، نمیتونم کار کنم. بعد نمیریم بکنم. الان وقت مردنه. اینو بزن. خب بس این میخواد ما رو بکشه، معلومه. جون بهمونه، میخواد ما رو بکشه ببینیم چی میشه.
دقیقاً. We're back outside. دوباره برگشتیم بیرون. You marched into Valhalla without even talking to us first. اول ما صحبت کنیم وارد والهالا شدی؟ از نظر تو خوشحالم خانم. قضیه شخصی بود. نمی‌خواستم تو رو وارد این قضیه بکنم. تو وارد والهالا شدی. این واقعا ارزشمنده. کی اینجا رو بهت گفته بیا چجوری داخلش؟ جای جای ممنوع است و یه نفر بهمون اینو چیز این نامه فرستاده. Kratos of Sparta, تو به اینجا دعوت شدی برای یک چالش. با گذشته روبرو شو تا بتونی با آینده روبرو بشی. والها را پشت سر بذار تا خودت را استاد شوی. بعدش یه سری جهت‌های داده ولی هیچ امضایی نداره. چه کس دیگه این ورودی رو می‌دونسته؟ اودین و ما. این احتمالاً یه تله است. می‌خوای برگردی داخل؟ تو هم با هم می‌آی؟ Don't let me intrude on your personal. نه من نمیخوام وارد مسائل شخصی جناب علی بشم. در ضمن نمیتونم. Unlike the two of you. برخلاف شما دوتا. I've never died. من هیچ وقت نمردم که بتونم وارد اونجا بشم. What happens if I return inside? اگه برگردم داخل چی میشه؟ Well, that depends on you. بستگی به خودت داره. Valhalla draws from the memories of those who enter. از خاطرات آنهایی که بهش وارد میشن به دست میاد. You're an open book. اونجا تو یه کتاب بازی. Sure, you want to go back in. مطمئنه که میخوای برگردی داخل موسیقی. How did you even get past the gate? اصلا چطور از اون در رد شدی؟ با زور بازش کردم. با دستای خالیش. He forced it open. با زور بازش کرده. ای بابا ای میخوای بری داخل راه آسونتری هم هست. Secret. شاید اون صحبتی که قبلا با هم داشتیم با هم ادامه بدیم. بابا امیر برای یه بار. من اندازه کافی زیاد حرف زدی. دیگه بسته بشین. اینا با هم دیگه عاشق هم دیگه بودن. مرات جانبی را اگه انجام بده میفهمه. و موضوع دیگه که با هم صحبت کردیم هنوز داری بهش فکر میکنی؟ فکر کنم. آره دارم بهش فکر میکنم. به چی؟ ماجرا اینه یعنی واقعا؟ دنبال اونی؟ خب میذارم فکر کنی بازم بهش. چیه قضیه؟ درخواست ازدواج بهم داده؟ یا نه چرا درخواست بهم داده که خدا بشیم؟ آجی چقدر تمش شبیه تم ریترناله چیزاش. خب اولین تروفیمون باز شد. هیچ لذتی فراتر از این نیست که تروفیمون باز شه. چی بود باز شد؟ کدکسش نگاه کنم. فریا که میدونیم کیه. وای نه نوشته های جدیده داستان بعد از ماجرا رو گفته. گفته من واقعا خوشحالم که میمیر الان همرامه. هیچ وقت فکر نمی کردم که بدون اون یا فریا به اینجا بیام. واقعا تصورش هم سخته که من اصلا این میمیر رو برای کل زندگی نمی شناختم. وقتی اون دوران هایی که گم شده بودم و تنها بودم بعد از یونان رو بهش به خاطر میارم فکر میکنم که اگه میمیر در کنارم بود و راهنمایی میکرد اگر اونو میشناختم چی میشد. اگه اون بهم کمک میکرد اون دورانهای ناامیدی و دیوانگی رو راحتتر پشت سر میذارم. امیدوارم اون بدونه که چقدر برای دوستیمون ارزش قائلم برای اینکه اون باهوشترین مرد روی زمینه. خب این نوشته ها رو داره خطاب به چیز مینویسه به اتریس. گفته میگه زمان زیادی از آخرین باری که من با فریا به ماموریت رفتم میگذره ولی خب بعد از اینکه تو میدگارد رو ترک کردی داره به اتریس میگه فریا و من یک مدتی رو در اون زمستون گذروندیم و بقایای نیروهای اودین رو از بین بردیم ولی خب اون یک سری کارهای دیگه ای داشت که بایستی به ریلم های دیگر میرفت و برای همین از همدیگه جدا شدیم. البته من بودن با اون رو خیلی دوست دارم ولی از طرفی هم خوشحالم که بعد از اون دوران تبعید بزرگی که پشت سر گذاشت دوباره خودش رو پیدا کرده و دیگه سایه ای از خودش نیست. خب پس مطرح هم میزنیم تو رگ. خب این چیه؟ خب این فکر کنم شیلدمونو میتونیم مدل شیلدمونو میتونیم انتخاب کنیم. بزنیم خب کدومش میخواستم بدنم. خب ما که کل بازی قبلی بکنم با این رفتیم دیگه درسته؟ همین که اینجوری دفاع میکردیم و اینجور چیز میکردیم. این دیگه بستگی داره به سبکی دوست دارید بازی کنید. این یکی یکم سنگین تره. این یکی بلا فاصله وقتی چیز میکنه یه ضربه به یه نفر دیگه میتونه بزنه. این یکی فقط میتونه دست اونایی که پری کردن براشون سخته میتونه همینجوری فقط دستشون نگردن روی این هی پر میشه وقتی پر شد و اینجوری یه دیگه اونایی که باز کردن میدونن ولی دارم یادآوری میکنم. شاتر استور شیلد این چیه؟
خب این یکی میگه دابل تپ بکنید تا سلاحتون شارژ بشه و بعد ضربه آن اسلات شیر اینا رو یادم نمیاد. اینو بود که میدویدیم سمتشون دابل تپ که بکنیم میدوه الیکو دابل بزنی میره سمتش. اسپارتان ببین اسپارتان اسپی این میکنم جدیده اینو نداشتیم خداییش. میگه این وقتی پری میکنید دشمنو یه فرق با گاردین شیت داره که یکم سخت‌تر پری کردن باش، ولی اگه بتونه بکنه کانتر اتاک ویژه داره. حالا نمیدونم چیش ویژه است واقعا. میتونه اینجوری نگاه کن شارژ بشه. ببین یک اینجوری میکوزن این الان شارژ میشه، بعد میتونه بره یه دونه بکوبه اون یارو که اونو استگر کنه. پس یه بار با این ببینم چجوریه. من تا حالا این ندیده بودم. این جدیده برام. چه شکلیه؟ این اسپارتان شیلد جدیده. من نمیدونم تو نیو گیم پلاس بود یا نه، نمیدونم. این چی میخواد بهمون بده؟ خب این قدرتامونه فیر، فیوری، والر و رث، خشم. اینجا قدرت آرزه الستاونه میخواد بگه. فیوری که همونه که میزنیم یک هم جونمون پر میشه با ریجمونه. این یکی اونه که جونمونو پر میکنه که من کل بازی قبل رو با این رفتم و این یکم اسپارتان ریجه. بذارم اسپارتان ریجه بزنیم چیه؟ کلا اسپارتانه بریم داخل بریم چی میشه. حالا بذار خواهرم در رابطه با قواعد والهالا برات بگه. خواهش میکنم کریتوس قبل از اینکه بری داخل با خواهرم صحبت کن. با اینا چی از اینجا میدونی؟ چالش والهالا یه چیزی نیست که به این سادگی از بتونی رد شی. این که تو در رابطه با اینه که مسیر رو بفهمی و چجوری قدرتاتو استفاده کنی. خب یعنی چی؟ منظورش چیه؟ یه سری چیزایی داره که اگه انجامشون بدیم مثلا شیلد مستری، ریج مستری اینا رو انجام بدید بهتون اون جایزه ها رو میده. اینو فهمیدیم. پس یه سری میتونیم اهداف داشته باشیم توی بود. تو چی میخوای بهم بگی؟ والهالا میخواد اونایی که واردش میشن رو به تعادل برسونه. برای که کاملا بهش استاد بشی فقط نمیتونی تاکتیکای همیشگی رو انجام بدی. من فقط تاکتیکای مناسب موقعیت رو استفاده میکنم. درسته. ولی اگه نحوه ورودت به والهالا رو نشون بدی که تنوع داشته باشه و اینجوری هست که فقط یک کار انجام بدی این هست دیگه. خب این هم فهمیدم. هر را خوابانده بودی مثلا این دفعه با رت رفتیم این سپر رو هم که همون اسپارتان برشتیم. حالا بس بار اول میسی که دوست دارم برم بعد دوباره بعد چیزای مطلب برم. من آماده هم هر گونر با من بیایید. حالا میتونی از این دروازه وارد والهالا بشی بدونی که نیاز باشه زور بزنی. خب ورودی های مختلف به والهالا. خب حالا برای این فرشته هم توضیح اضافه شده. آیر فکر کنم اسمش بود که میگه توانایی درمانگری اون اولین بار توسط میمیر زمانی که اون زمستون ما میخواستیم بریم خاکستر مادرت رو پخش کنیم برام توصیف شد، اما فقط بعد از رگنوراک بود که من دیدم چقدر کاری که اون انجام میده اهمیت داره. وقتی تو افتاده بودی و بیهوش شده بودی این ایر بود که اومد و کنار تو بود، تو رو درمان کرد و حتی من رو آروم میکرد، کاری که فکر کنم از درمان کردن تو هم آسونتر بود، یعنی سختتر بود برایش که من رو آروم کنه و من به خاطر این دین بزرگی به اون دارم. حالا گونر میگه اون خیلی توانایی بسیار خوبی در نبرد داره و جز به قول میمیر اون اولین کسیه که معمولا وارد صحنه مبارزه میشه و آخرین بانوی سپر یا شیلد میدنی خواهد بود که نبرد رو ترک میکنه. توی صحبت‌های خلاصه‌ای که باهاش داشتم فهمیدم که آدم باهوشیه و توانایی‌هاش چه از نظر قضاوت و چه از نظر مبارزات با سختی زیادی کشته به دست اومده و حضور اون در کنار اون کاملا قابل قبوله. و در نهایت سیگرن هنوز داره به عنوان معاون فریا به کارش ادامه میده. اون مدام به من میگه که دین بزرگی به من داره که هیچ وقت نمیتونه پسش بده به خاطر اینکه اونو از دست
اون نفرین اودین رها کردم، برای اینکه بهش کمک کردم فریا رو رها کنه و برای اینکه رهبر جنگمون در رگنوراک شدم. ولی در واقع من فقط نسبت به اون حس تشکر و سپاسگزاری دارم. اون یک جنگجوی استثنائیه که با قدرت و شخصیتی که داره منو تحت تاثیر خودش قرار میده. من ازش ممنونم و خوشحالم که اون رو میتونم در کنار در بین متحدین خودم بمونم هم بدونم. در رابطه با میمیرم و ارتباطش با اون باید بگم که کاملا مشخصه که یه چیزای بین اینا هست، ولی هنوز دقیقا طبیعتشو نمیدونم که چه چیزی بین اینا تا هست. گذشته هاشون به هم رفت داشته. Any cursed feeling this time? Ah, no. دفعه حس بدی نداری؟ نه، همه چی اوکی. Thank you, shield maidens. All right, let's try this whole thing again. زنی آقا اینا که پارچه این باید با آتیش بزنیمشون. وای، فکر کنم اصلا جون بهمون نده چون بازه روگلایک جون نبهد دیگه. بعد خیلی مراقب باشیم جونمون اصلا صدمه نخوره. این الگ مثلثه چی بود؟ خب الان ریج مستری یه دونش شد. عوضش که دیگه نمیتونم کنم. بعد دور بعدی که بیام عوضش هم کنم. خب الان چی میشه؟ خب میگه الان یه دونه مسیر اسلحه‌ای داره انتخاب میکنه که هرچه انتخاب کنه ادامه مسیر رو هم تغییر میده. مثلا اینا در حالت با میخوای مثلا بیشتر با بلیدت بره جلو یا با اکزت. خب خب من دوستان با تبر برم بر اول. اینا چون اینا تبرم رو برم دارن میمیر قضیه بین تو و سیگرن چیه؟ تو عصبانه چی کردی؟ فکر نکنه دست ما عصبانه باشه، شاید ناراحت باشه، ناامید باشه. برای یه جورایی برای خودتو نگران نگو داداش. من نمیخوام این موضوع شخصی من تو رو از اتفاقی داره اینجا میفته گیج کنه و نفهمیده چی کار میکنی. خب الان اینجا روینه گتک. خب میتونیم اینو برداریم که اینجوری بزنیم بچرخه، یا اینو برداریم چون الان داریم به صورت داستانی میریم رام چیزایی که به نظرم خوبه رو برم دارم. بعد دیگه مثلا دور بعدی اینو برم دارم مثلا ببازم مثل دیگه برم دارم. پس اینجا بخشی از ازگارد ندیست، یه چیزیه که از حافظت اومده بیرون. شگفت انگیزه داداش، باید تایید کنم که ایده آیدیا خیلی با عقل جور در نمیاد. میگه ولی باید بگم که ایده فریا رو دوست دارم. اینکه چه خدای جنگی بهتر از تو میتونه باشه که بیاد اینجا کمک کنه؟ کسی که رگناراک پیروز شده و تو اگه بشی خدای جنگ جدید کل شورای صلح میتونه کارشو بهتر انجام بده. این فرصت، این مقام، من قبلا این مقامو داشتم. تو میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اون زنم میدونه چه اتفاقی افتاد. البته که میدونیم، ولی چیزی که تو قبلا بودی فرق میکنه با چیزی که الان هستی. نمیدونی چقدر پیشرفت کردی؟ هر چقدر پیشرفت کرده باشم، من قبلا یک بار از این سمت خدای جنگ و این چیزا فرار کردم. نمیخوام دوباره برگردم بهش. ماستری سیل اینا رو فهم یه چیزایی بعدا میتونیم از یه فروشنده چیزی پول بدیم مثلا اونا رو. نه باز میشه؟ نه تلفن. اینجا به نظر میسه بیس شروع کارمونه، ولی ران از اینجا شروع میشه به نظرم. حالا دیگه اینجا بعد برو بریم دیگه.
اون میکنه این بازی کن کمبو زیبا رو روی این دوست عزیزمون پیاده میشه. سپرم از نه هست که بتونه اون رو بگیر پرت کنه براش. اله دو اونجوری میکنه آره یک میریم سمته واه کلش گنده شد. یه هنوز باز نمیشه. ها جون پس پیدا میشه. حالا باید بگردیم. خب یه دونه چست دیگه اینجاست. اینجام دره دیگه است. خب اینه که چیه؟ خب اینجا دیگه چون من اسلحه تبر رو انتخاب کردم داره باز وپن گلیف های بعدی که به اون میده بر اساس تبر رو میده. یکیش مثلا اینه که میگه اگه ضربه دقیقتون انجام بشه شانستون میره بالا که استان بلست داشت بشه. اون جالب نیست برم. این یکی که دشمن ها رو اگه با نگه داشتن مثلث بکشید یعنی یخی بشه و بکشیدش یه موج از چیز از شما میره. اگه با این بکشیم کسی رو I suppose this is about how you remember your life. فکر کنم یوتنهای ما هم اینجوری به خاطر داری. آره I do agree with you. آره باید موافقم در رابطه با شورای فریا باید موافقم. ایده نجیبانه ایه و باید انجام بشه. فریا همه میشناسنش همه بهش احترام میذارن و یک رهبر مورد احترامه. میگه خب اون انقدر فریا انقدر سابقه و تجربه داره که بفهمه اگه قدرتی هم داره بعد با مردم در اشتراکش بذاره نه که فقط برای خودش نگهش داره. میگه بله بله خب برای یه رهبر نیاز داریم. آخه چرا میخواد تنهای اون قدرت رو دست بگیره؟ بدون اودین حالا این دنیاها وقت داره که به صلح برسه. یه خدای جنگ میتونه کار بکنه که اون مشکلاتی هم که هست برطرف بشه و قضاوت ها درست بشه و کسی نتونه خراب کنه. وای قرار خدای جنگ بشیم؟ یه در اونجاست. فواصله طولانی این چه؟ خب اینا خریدایی که در حین یه ران انجام بدیم و اگه ببازیم از بین میره اینا باقی نمیمونه. همچنین میتونیم روی اینه که اتک هامونو هم اپگرید کنیم. در اینجا توی اینجا هم میتونید بازی رو ساسپند کنید. مثلا وسط یه ران خیلی خوب هستید ولی خستتونه نمیخواید چیز کنید بازی رو مثلا سیو میخواید بشه اینجا جایی که میتونید سیوش کنید. خیلی خوب ساسپندش میتونید بکنید نخواید اون دورتون رو از دست بدید. خب میتونیم هلتمون رو بریم بالا یا ریجمون رو بریم بالا. اینجا میتونیم این چیزایی که داریم رو با پولایی که داریم افزایش بدیم و آخرش هم آپگرید کردن ایناست. خب داره جالب میشه قضیه. صاحب بهش فکر کردن که یک چیز تمیزی بسازن. قشنگ ذهن رو به خودش تغییر کنه. این چیه؟ هنوز نفهمیدم این چیه. آره حیوان اصلا با این بکشمش. اصلا میتونی نخوریمش نگه داریم برای جلوتر.
چه جای خوبه تو سن خرق اینا اتوماتیک ای داره ساخته میشه خیلی خوشگل داره ساخته میشه بول تو فروشگاه بعدی هزینهش میکنیم سوارترفای من اینجوری به یاد داری؟ همش دیواره فریا میدونه که وقتی به کمک نیاز داشته باشه من انکار نمی کنم بهش کمک میکنم مهم نیست که من چه مقامی داشته باشم یا چه جایگاهی باشم میگه من مهم نیست که چه مقامی داشتم کمک میکنم بهش اگر زمانی برسه که صلح در خطر باشه میگه درسته ولی مردم نیاز دارن به عهد و ایمان اینکه بدونن اون کسی که مثلا خدای جنگشون عهد بسته که براشون بجنگه و اطمینان داشته باشن بهش نه اینکه حالا تو دل خودت میگی من میخوام کمک میکنم اینکه باهاشون خواهی بود و من میدونم که تو خواهی بود من میفهمم که دوست نداری وارد اون ماجرا بشی هستن ولی خب باید گذشته رو پشت سر بذاری تو همه چیزایی که من هستم رو نهیدی تو بودی دیگه الان نیستی اون چیزایی که میگی تو در رابطه با گذشته خیلی به من گفتی ولی بارها بارها ثابت کردی که اون آدمه نیستی اون مرده هنوز زنده یفتی اینا رو چجور عباس کنی اینجا ببینیم بالا همه چه قاطی‌پاتی شده اینجا فروشگاه دیگه هست خب ادامه بزنیم اینو یه بار تا ته لول آپ کنیم شاید یکی از چالش هایی باشه که یکی از اینا رو تا ته لول آپ کنیم خب یه دونه اینجا داریم اون پشت هم از اون جعبه ها داشتیم ببینیم چه قضیهش میتونیم برسیم بهش اینا رو هم باید بش کنیم دیگه که پول جمع بده بالا میتونیم بریم اونجا که بسته است بریم بالا باز نمیدونیم این چیه قضیهش فکر کنم اینا نقاطی باشه که باهاش میتونیم فست ترافل کنیم واسه مثلا اینکه از بعضی از دورها رو سریعتر بریم اینجور به نظر میرسه وای سوارتل پایم اینجا این حرکت یادم بود وای حالا دشمنه قوی اومده می اون نقطه ضعفش یخه دوباره برگشتم تو حرکت خودم بچه پرواز زنرت من وقت بیافتم رو دار نستتون میکنم پدر فکرم بخواه اینا یه بار دیگه پشت کن من یه چیزی برای اون پرت کرد یه قدرتی خریدیم که در رو ردیفش میکنه بله خواهد چی زد بیرون؟ واه یه جعبه زد بیرون ها یه سنگ چی بود الان دقیقا؟ که این سنگ ها بود حالا مستری سیل این چیه؟ پونزه تا پول بهمون داد باز دوباره بازم جونه رو بخورمش یه جورای آشنا به نظر میرسه بعد نگار یه قطعات از مپ بازیه رو بنام اینجوری میکس کردن تو هم دیگه خیلی خواهد اینجا که بسته است این
حرکت حرکت مهمه، بعد یادمون باشه. بریم ادامه بدیم. حالا برو زمین اسندینگ را لمس کن. اونجا اون مسیری که دنبالشیم، یه راهی برای بالا رفتن، برای رو به جلو رفتن. برسیم به بخشای داخلی والهالا، بتونم حسش کنم. اگرچه مدار ناراحت من از اون قضیه که اومدیم به والهالا، خوشحالم که تو دوباره برگشتی به حس سوال قدیمه. دیگه من از وقتی که ATS رفت و اینا و تو هم دیگه خیلی نمی جنگی، خیلی نگران سلامتی تو هم. دوستان تو بری مبارزه کنی. چی الان؟ حالا اینا باز شد، ببینیم اینا چیکار میکنه. باز بکنم یه لیول میبرد اون بالا. یا خدا این چیه؟ دقیقا صندلی قربت مگه یاد نیست؟ کریتوس، من اون دینی که بهت دارم و فراموش نکردم. از چیه؟ واقعا فکر میکنی میدونید چه چیزی در خطره؟ این کاری که داری میکنی هنوزم خطریه. وای این عجیبه. ما دوباره برگشتیم بیرون ولی ما که نمردیم. بعض وقتا تو به جایی میرسی که بیرونتون میکنه و الهلا تصمیم تو رو بیرون کنه. به نظر کارتون تو داد تمام شده؟ نه، من باید بفهم کی منو به اینجا دعوت کرده و فکر میکنم نزدیکم. مطمئنی ارزش مردن رو داره؟ نه بابا، ما دیگه عادت کردیم به مردن. خوشحال نشو ممیر. والهالا اگه توی نبرد مرده باشی تو رو زنده میکنی، ولی اگه همینجوری کیلوی مرده باشی ممکنه بر نگره و اینجا اگه بمیری واقعیه دیگه. خب خوبی که فهمیدم. اگه منظور اینه که خوبه که میدونم این قضیه رو، منظور اینه که بعد نگران باشیم میگه بمیریم تمام کارمون دیگه، برگشت در کار نیست. این دیگه با حال هاست. خب بذار ببینیم اینا رو ببینیم چیه. اینا مهارت جانبیه. بذار ببینیم این کارا رو انجام بده، برگرد جایزه شو بگیر. اوکی. خب میگه اینا اسمش لیبر مارکره، نشانگر کارهایی که انجام بدیم. میگه مثلا یه چالشی رو تو قبول میکنی و بعد میگه اینجا تعریفش جایزه شو تحویل میگیری و این تکرار میکنی و اینا عوض میشه هر بار. مثلا این دفعه هدف چیه؟ خب اینجا میتونید ظاهرتون رو عوض کنید ولی لباس ها برخلاف بازی اصلی تاثیر روی ابیلیتی های شما نداره. اینا رو هم میتونید باز کنید. زینم اینو من ندیده بودم. این کی اومده؟ جرنس میداس. این یکی رو من ندیده بودم خدا هیچ. اینا هم جدیده. اینو هم چیزایی ندیدم این رنگ. اینا بکنم بعدها بهش اضاف شده. عجب سپرهایی. ایوان لخت. اینو داشتیم. اینا بوده. این جدیده. این همونی بود که توی نیو گیم پلاس شما. اینو چجوری باید باز کنیم؟ میگه توی بخش میدگارد سانکچوئری توی یکی از جعبه‌ها پیدا میشه. مستری تسک ها رو انجام بدید. این معلوم نیست چجوری اینو باز کنیم. دراپ نیر کرس همه رو نوشته که مثلا چجوری باید باز کنیم. مثلا شیلد مستری یک رو اگه بریم این بود. مثلا اینا جدیده به نظر من. این همچین لباسی من اصلا یادم نمیاد. اینو یادمه. اینم یادمه. اینم به نظرم جدیده. خیلی خوب. حالا فعلا مثلا یه سری چیزای ابتدایی رو میتونیم بکنیم تنمون دیگه. هول تو اپلای. بعد لول‌های مختلفش هم میتونید انتخاب کنید قشنگ. خب اولین استایل رو انتخاب کردیم. بذار این سینمون هم پس درست کنیم قشنگ. یه چه تمیز بندازم یه چیزی که متفاوت باشه. اینا رو نمیتونیم بردیم. با این میتونیم رنگاش هم عوض کنیم. مثلا این رنگی قشنگ هر سه لولش رو بهتون میده. ایوه. خب لباسمون هم به دست آوریم. حالا دره کوش. The only true opponent in Valhalla.
تنها دشمن تو در والهالا خودتی. این هم درمانگر است. اینجا اینا چیه؟ اوه اینا یه ربطی به گاد آف وار دارن. خب آپگرید هایی که اینجا باز میشن دیگه میمونن، از بین نمیرن. مستر سیل هایی که به دست میاریم اینجا هزینه میشن. مهمترین چیز جونه. اینا دیگه میمونن. جونو بده بالا آقا، جونو بده بالا که جون بره بالا. تموم شد دیگه، پول نرم. اینا هم میتونیم استرنگ همونو بریم بالا که مثلا ضربات همون بره بالا، دفنس دفاع همون بره بالا، روینه که مون قدرت های روینه که مون این جون همون چقدر بالا. جون مهمه، بازی روگلایک جون مهمه. خب این دفعه چیه قضیه؟ خب اون دفعه با اون رفتیم، حالا بریم با ایسی دیگه ای. نه با ولر میریم، جون همون پرشه. سپرم سپر با این رفتیم دیگه، نرفتیم مگه؟ خب میگه بعضی از سلاح‌ها موقعی که چیزشون کرد برق میزنن. میگه اگه اونو انتخاب کنی یعنی داره بهتون یه چیزی بهتون میده. میگه اینو برداری چیز میکنم امتیاز بیشتر بزن. اینم درخشان داشت چیزی؟ این خوش داره، این داره میدرخشه. پس با رفت، میگه با رفت برو. بکنم هر چی که بدرخشه یعنی امتیاز بیشتر. خوبه اینجوری میتونه به اون کمک کنه که چیزها رو خودمون پیدا کنیم دیگه، چالش ها رو. یا شیلد مستری دوتا از پنجتا. خب این دفعه بلید آف کیاسمون رو انتخاب بکنم. خب آرتا رو دقت کنید، آرتا مهمه. اینا عکس آخر بازیه. کریتوس رو چقدر پسر من اینجاش عشق ریختم وقتی این عکس رو دارم. یعنی عشق ریختم آه. یعنی فقط داشت تخلیل. اینا رو باید با برق نفهمیدم این دفعه چه شیلی بمونده. زیبا یکی تجوری کار میکنه. این پکنه از ایناست که بعد نگر داریم دستمون. آره که چند تا بزنه. نه این اینا که دوتا میزنیه. باید سیدم آه این همون دویدنی هست. باید سیدم هله برای هر دشمنی سلاح درست خودشو برید. خب دو تا دونه هیوی میخواد به اون بده. یکیش 150 ثانیه پر میشه اینه، یکیش 250 ثانیه. این تو چرخه ترجیحاً زود پر شه. کوچیکم از بخش بخشاش، خیلی زیاد کشش نمیده. باز اومدیم اینجا. این نبود اون دفعه، بود یا نبود؟ این نبود آجی. چیه اون؟ نگاه کن داداش، مه از بین رفته. والا حالا داره برات بازتر میشه. حالا میتونیم دوردستا رو ببینیم. حالا میتونیم ببینیم که چطوری ریلم های مختلف به هم وصلن. و این دوتا مجسمه ترسناک هست. اونا رو میشناسمشون. اونا؟ What؟ وای میدونی اینا کیان؟ میگه اینا قاضیان دنیا ها هستن. اینا مال از سرزمین ما اومدن. همونی که تو گاد آف وار 3 میبینیم زنجیراشونو بالا پایین میکنیم. You sound thrilled to see them again. آره دیدنشون خیلی خوشحالی. میگه اونا روحایی که با ارزش بدونن اجازه میدن وارد الیسیوم بشن. ولی اونایی که ارزش نداشته باشن به تارتاروس فرستاده میشن. میگه آره میدونم. اونایی که تا آخر عمرشون اونجا روحشون در عذاب خواهد موند. Why has your mind manifested them here? آخه چرا ذهن تو اینا رو برده اینجا؟ وای برای که بخواد منو پوز کنه. یه چی هست؟ به سردار بحثش کنه به گاد آف وار، گاد آف وار کلاسیک. گاد بحثش کنه به گاد آف وار کلاسیک. میخوایم برگردیم یونان. خیلی هم گفتم مصر ولی میخوایم برگردیم یونان. ببین چه گفتم. مستر سیل. اینا همون هست که پولای بی نهایت میده. خب یعنی الان منم سوار اون بشم؟
میگه کشتن منتخبین والهالا باعث میشه که این سندها، این شنهای عرش دهنده، این شنهایی که شما رو به سمت آسمان ها خواهند برد فعال بشن. خب قفله، تا زمانی که خواسته والهالا رو انجام ندیم قفله. چجور بریم خواسته آقای والهالا رو انجام بدیم؟ اینجا نه بریم، بزنیم دره کجاست؟ در اون بالاست. خب یکی از چیزامون این بود که اینا رو بشکنیم دیگه. پول خاصی نداریم، فعلا ادامه بدیم. Midgard in memoriam. Yeah. I'm starting to see there's no fixed order to the realms we'll visit here. George, خبره. داداش. Whose voice was that we heard? اون صدایی که اون دفعه بال حالا ما رو پرت کرد، اون صدای کی بود؟ میتام شنیدیش؟ میگه آره. گفت که به تو یه دینی داره. یه کسی که ممکنه بهمون کمک کنه شاید. محاله. اون یکی از خدایان یونان بوده. و ما خیلی با خدایان اونجا رابطه خوب نداشتم. به این یعنی آه فهمیدم چی میگی. به نظر مثل اینجا روحای گذشته با خاطرات بد کم نیستن. بسن این عکس زیباست اصلا. اینو بذاری فقط برای تامنیل ویدیو. ببین با الان که دارم اینو بازی میکنم یادم اومد بازی هاد نداره. هاد نشون نمیده مگر که مبارزه باشه. همه چی غیبه. هنوز پول نداریم. ادامه میدیم. در اینجاست. قبلش اینجا میدیم. این چیزها رو نگاه میکنیم. اینو میزنیم. هرچ که بریم جلوتر اینا هی بازتر و بازتر میشن و اون وقته که بازی جون میگیره. الان چون هی داریم تون تون در به در میریم. بشکن اونها رو بشکن. همهش نمهمه. بیرن اینجا هیچ خبری برای ما نیست. برگرده بریم سوال در. برادر that throne we saw, did you recognize it? اون تخت پادشاهی که دیدیم چی بود؟ اونو میشناسیش؟ میگه اون تخت پادشاهی که از ایریس گرفتمش، اون تخت هیولاهاست. ببینم که میگه برای همینه که من دارم حالت خراب شده و کلا نماد خدای جنگو که بهت گفت اون فریا گفت اینا نمیخوای قبول کنی. میگه اون یک نماد نیست فقط. آره خب این مسئله رو تموم نمیکنه. میگه یه نماد هیچ وقت نمیتونه از بین بره. اون نماد تو نماد، اون نماد خدای جنگ که این داشت، میگه اون نماده مهم نیست چیه، معنیش چی بوده یا هر چیزی، مهم اینه که روی اون تخت پادشاهی میشینه، خدایی که روی اون تخت میشینه. بسر چه محیط هایی هی هم داریم میچرخیم دورش. ببین اصلا صحنه و نفسگیر اون ابرا. اینجا الان ما تو دنیای غولا هستیم. چی بود اسمش؟ فروشگاه نیاز نرم الان. اینا چجوری باز میشه؟ اینا رو هنوز اون نگفته. همشو میزنم براتون قشنگ تا چیز باز شه، اون چالشه ردیب شه. خب الان من اونجا دارم چیزا هست ولی من هنوز کسی رو نزدم که باز شه. باید یه دونه از این خدایان خرکی رو پیدا کنیم بکشیمش تا این چیزا برامون کار کنه.
این اگه این باز باسپورت داشته باشه رایگانم هست خیلی خاطر انگیز میشه. نامین یخ او اینو باید دابل تپ بزنم یادم نبود. یه ضرب این بازیکن رو شقه میکنه و بعد میره توی سینه اون یکی بازیکن دوم پرتش میکنه میدوه دور میکنه بعدی کجاست؟ پدرست زد چیزم رو خراب کرد. ببین یکی از قراتمون اینه وقتی زدیم سریع آریک رو بزن برگره. اوه اوه شانس آوریم حواسم رفت به کومبو زدن داشت خراب کاری میشه. اینو باز کنیم چیه؟ خب یکیش اینه که قطعا وقتی نفر آرسه کنیم استرنگتمون افزایش بده کنه یکم. یکی دیگه اینه که یه شانس بسیار کم وجود داره که ضرباتمون به هر کسی که داره میخوره استرنگتمون رو ببره بالا. آره یکی از این ضربات استرنگتمون ببره بالا این بهتره. ضربه ما بیشتر میزنیم درسته که شانسش کمه ولی ما ضربه بیشتر میزنیم. نمیتونیم بریم یه صدایی مثل چیه نمیدونم. بریم ادامه بدیم. Two fights in a row now. نه و نه با همین درست دارمش بابا با همین آتیش میزنمش. حالا پاور شد دیدی الان پاور شد. آتیشی شد حالا آرسش کن. یه بار حالا توزن کشتیم این یه بار حالا توزن بود گرفتم من روش چه بزن برای خودش. نه این نمیتونه برگردونه. Valhalla chose an enemy to face me. Valhalla اون دشمن انتخاب کرد که با من روبرو بشه. حس میکنم چالشگرهای دیگه ای هستن که باید باهاشون روبرو بشم. این راه پیشرفت ماست. پس هر Valhalla chosenی که میزنیم یه باس فایتی که ما رو به عمق بیشتری از Valhalla میرسونه. ای یار که داره مخم قشنگ میگیره دست خودش این بازیه. خب یکیش اینه که وقتی با مثلث پشت سرم اینجوری اون چیزمون رو پر میدیم که آتیش میشه آتیش بیشتر ایجاد میکنه و یک موج از آتیش ایجاد میکنه یا نه یکیش کلن دمج اون رو افزایش بده دمج آتیش اون رو افزایش بده. این ساده است ولی این جذابتره. این یه تکنیکه که اینجوری میکنی بعد الان بیا جلو مادرش اینجوری اینجوری بله بعضاش میشونم براش کسی بخواد پرواز در بره. خب الان دیگه میتونیم بذار داریم تکنیک شاید میگیم بگم یه دونه اونجوری میریم بعد یه دونه میایم اینجا. ها الان میتونیم بریم بالا. حالا جالب شد داره جالب میشه تکنیک های جالب شد. حالا میتونیم یه چیز بخریم. خب اینجا میتونیم بیام قدرتمون رو با 160 تا افزایش بدیم. البته اینا برای همین یه دوره است دورهای بعد دیگه هیچی. حالا باز شد
وای بیا درستش کن فیس. وای فراد شدم بعد جونم بایتم پرچه. یقب این نقطه ضعفش چه به نظرتون؟ نظر مثل یخ باشه. نظر مثل یخ باشه. چه دفاع نمی کنه؟ مگه دفاع نداری؟ دیگه نه. من دقیقا نشد چرا نشد؟ دیگه نه بیا عقب. نه اونو خالیش نکن، اونو داشتم میزنم. نومد چرا نمیشه؟ خب ما یعنی بعد هم اونو بزنیم هم قدرت داشته باشیم که از اون رد شیم. چطوری آخه اینا همش جزئی از بازیه بنظرم. اینا که میکشتمون میتونستم اونو بزنمش ولی کشتمون. یاد گرفتن یک مسیریه که باید تو زندگی یاد بگیریش، یادگیری و یک سفریه که در طول زندگی یاد میگیریش. اینجوری نیست که فقط به هدف فکر کنی. این هنوز انجامش ندادم که رد شیم ازش. خب الان یعنی چیکار کنیم؟ دوباره همه رو ببرم؟ بله حالا جایی که افسانه ها ساخته میشن یا دوباره نوشته میشوند. این چی بود؟ خب من میخوام کولدان رو ببرم بالا. این چی دیگه میمونه؟ کولدان بره بالا بهترین چیز ممکن است. اینجا زودتر قدرت همون زود پر میشه. لاک نمیخوام. جونمون یکم میتونه ببره بالا. روینی که اون بره بالا یه دفنس همون اوکی جالبه. از اولش میزنیم. والهالا دشمنهای تو رو به دلیل انتخاب میکنه. چالش اونا رو قبول کن ولی بدون که میتونه ازشون رد شی. این دفعه که فیوری بردار، من هرچی خودش بگه برم دارم. این یعنی داره خودش بر اساس اون چالش هایی که باید برام بذاره. این دفعه که اسوارتان بردار مثلا. اسپارتان همون بود که پری باید میکردیم. فریا کجاست؟ فعلا رفتتش. همونجور که میدونی اون کارهای مختلف باید انجام در حال حاضر. اون داره یه دولت جدید برای ریلم‌های مختلف را میندازه. کار ساده نیست. رهبرهای مختلف باید انتخاب کنه. مذاکرات باید انجام بده که چجوری قدرت رو بینشون پخش کنه. مطمئنم که دوستش اینجا پیش ما باشه. ولی خب فعلا باید بره به کارهای دیگه‌اش برسه دیگه. خیلی خوب که هر قسمتی که میام یه داستانی هم داره. انگیزه میده با آدم. فقط صرفا بودو نره جلو. این یکی آله ریج مستری. اینا را یکم تونتر میریم دیگه، خیلی دیروش نمیدیم. مثلا یکم نیزه بزنیم. نیزه چجوری میشه قضیهش؟ الان من نیزه برداشتم، نیزه من میده؟ من نیزه ندارم. دست پایین یادم را بزن. دست پایین، دیپد پایین. اینجا الان اونایی که هیچ گاف رو باز نکنن اسپویلش بدی شدن. آه.
یکم با این بکنم یادم به من یادم با این خیلی حال میکردم. سلاح مورد علاقه بود اصلا. اینو برمیداریم انفجاری. خب الان یعنی میذارم بریم بالا دوباره یا نه دیگه؟ ببرم بزنم ادو همه اونا رو بزنم بعد. اون چیه؟ یه علامت اونجا. خب مثلا آخه این نشانه یه دونه چیز بالاست، بعد السر رو که بزنی نوشته استات گلیف، یعنی این تو بریم یه دونه استات گلیف بریم ببینیم چجوریه. یه دو یه در انتخاب کردیم الان. دیگه یکم که جلوتر بریم درا رو بر اساس کاری که میخوایم بکنیم، یعنی بر اساس کلاسی که میخوایم بریم. دشمن جدید و انتوز من اصلا یاره دشمنی داشته باشیم که خودشو با آتیش بکشه. زیبا فینشیر زیبا. نمیگه یه انیمیشن تکراری هم نداشتیم تو الان ها. این یکی و یکی اون یکی بود. خب ببین الان به اون داد این استات چیزو به اون داد. الان من میخوام مثلا این اول کار میخوام استرنگ تمام مثلا ببرم بالا، یا مثلا یه چیز دیگه. این یکی استرنگ اونو دوتا ببریم بالا یا نه همه چیزو اونو ببریم بالا، همه چیزو ببریم بالا معلومه. جاره شو. خب چیز دیگه اینم مثلا به اینجا جونم هست. داره جالب میشه قضیه. نم نم داره میدازدم تو چرخه. خب چرا در رابطه با اون تصویری که از تو توی اون معبد می‌بینیم صحبت نکنیم؟ اگر والا حالا همش داره اینو از ذهن تو می‌کشه بیرون، شاید یه اهمیتی داره. آیا به این معنی نیست که والا حالا می‌خواد به تو بگه که دوست داشته شدن و مورد احترام قرار گرفتن خیلی چیز بهتر از این کاری که الان داره میکنی؟ یعنی برو خدا باشه گوش کن چی بهت میگم. نمیخوام بگم یادآوری کنم که من باهوش‌ترین مرد دنیا هستم، ولی خب اینو گوش کن چی بهت میخوام بگم. ولی فکر نمیکنی پیوستن به شورای فریا تو رو تو موقعیتی بذاره که توی اون مسیر بری که اون مسیر رو به دست بیاری؟ اون دلیل خیلی ضعیفی خواهد بود که من بخوام اینو قبول کنم. بلند پروازی و قدرت طلبی سمه. اوه پس آخرش قراره این بشه خدای جنگل. ببین که من اینجا عشق هم درداد دوباره. این مستری ها چیزای خوبیه. این مستری ها بله حالا از این برداره میبینیمش. اون پایینه اون دفعه نرفتم خدایش. این دفعه چیه؟ یه در اینجاست. جان بسته است. چه خبره؟ اونجا خونه اودینه به نظر میسه. خب درش کو؟ مثلا این دفعه اینو بزن.
این یکی مثلا اینو نمیدونیم نشانش چیه، اینو میزنیم LSR رو میزنیم، یه دایره بود اینا Fleeting Echoes. میگه اینجا یه ریسورس هایی هست که میتونی بری پرداختش کنی که شانس زنده موندن تو بیشتر کنی. ببینیم چیه. ببین هی درهای مختلفه. الان این دومی مدل از دره که انتخاب کردیم. قدرت چیه این جدید ها؟ این من خودم یادم نمیدونم چی داشته باشم که وسطش آره دو میزنی اینو برای اینو برای تو سات اونا همین خواستم. نوکن 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 زیباتر از این نبوده فینیشه. نمیبینمش. این دمیج داره میزنه، این دقیقا نقطه ضعف همش داره. حالا بار پایین نگه کارهای مورد علاقه من اینه که از یه بالایی بپرم پایین. او این دیگه چی بود؟ آتیشی مون کرد. اینایی که چشمک میزنن جدیده. آتیشی مون کرد. کلش کنده شد. ها ببینیم این چی بود این نشانه؟ 200 اکو بهمون داد. پایین هم همیشه دونه جون هست. ببین شکل مراحل به صورت ثابته، پس مراحلش پروسیجرال ساخته نمیشه، ترتیبی که میتونیم انتخاب کنیم فرق میکنه، پس با دست طراحی شده، اتوماتیک طراحی نشده. خوبه. خب حالا درهای مختلف دوباره دارم برمیگردم به اون تصویر تو که توی اون معبد دیدیم. من قبول دارم که بلند پروازی سمیه، ولی خب شاید بلند پروازی تو میتونی باشی که به مردم کمک کنی، نه اینکه برای خودت باشه. شاید دنیا رو جای امن‌تر تبدیل کنی. من معتقدم اون تصویری که داریم از تو میبینیم توی اون معبد تصویری که میخواد بگه که تو مسیر درست رو ببری و مردم رو به خوبی برسونی. این نشانه های والهالا تو مطمئنی که قبول کردن پیشنهاد فریا نکته خوبیه؟ میگه حالا اینجا جایی که مشخص میشه که درست میگم یا نه دیگه. خب مثلا اینو نرفتم. این چیه؟ چیزی پیدا میکنیم که هلت یا ریجمون افزایش بده. بریم انواع درها رو میریم، مثلا همش بریم. خب حالا شو سوای بزرگی رو کردی. بیا قرب حالا عوضش کن. دقیقا خوب جایی جونمون کم شد، الان دوباره میتونیم جونمون زیاد کنیم. اینجا رو نگاه بندازیم. اینم جون داشتیم البته. اینا بخورمش. این چیه؟
وای اونه که کل جمجمه است. هلتمون رو پر کنیم یا دفنس و لاک اونو برمون. دفنس و لاک اونو برمون بالا هلتمون تو دار. حالا این نشانه علامت چیه؟ وای این اصلا نشانه توی اینجا نیست، چه کوفتیه؟ بکنم باس فایته. وای گفتم اینجا این علامتی هن علامت گونده بکا. میدونم با سب کنم قیمت نشده. گونده بک اینو برای تو نگرشته بودم فکرت. نظر جون بزنه. بای نه ریدی همین بدترین ریدی همین تاریخ زندگی تو انجام میدید. تو ضعفش همین بود. برو آتیش. تو خب تو صورتش نقطه ضعف اینا اینه. خب یکیش اینه که با نگرداشتن آره دو یه چیزی به اون بده، یه توی نیزمون یه چیزی جمع بشه که دمج چیزمون رو برای دوره ببره بالا. این یکیه. یکی دیگه اینه که اینی که میدوام آره یک یا ال دو میزنم، آره یک یا آره دو میزنم دشمن رو بیشتر استان کنه. این مهمتره، این بهتره، این بیشتر است. این حرکته یکیش با آره یک، این هم آره دوشه. حالا که دستتون خراب نشه دکمه زبده رو بذاری رو دو. من الان دویدن رو گوشتم روی زبده راحت میدونم. خب حالا ادور برگشتیم اینجا، مسیر باز شد. تا زمانی که اون رو نزنیم راه برامون باز نمیشه. اون باس فایت اصلیه. بزنم اینجا یه دونه این چیزا داریم. این ما الان هلتمون کمه، بایستی بزنیم جونمون زیاد شه به نظرم. الان چقدر رفت بالا؟ یکم رفت بالاته چون نیاز الان میخوام با این یارو بجنگم. آره اینجوری بهتره. حالا بریم یارو رو بزنیمش. دوباره این نقطه ضعفش همین بود دقیقاً. زرده رو بابا نمیتونم دفاع کنم درست. بزن سری پرش کن. بزن زیبا فیسک. این یه کسی بوده. حالا خب میگه این درد با فیسکه نوشته. بکنم اینه قرار اینجا خونده بودیم، یه هم نمیاد. بله میگه
آدم در زندگی میراییش، یعنی در زندگی قبل از مرگش چه کار باید کرده باشه که در مرگش والهالا بهش چنین قدرت و توانایی داده باشه. این که یک اسکایت یه دونه چه میدونم دستگاه درو دستش باشه و از قلمرو اینا با این قدرت محافظت کنه. من فرض میکنم که فیسک قبلا یک کشاورز بوده که یه چیزی بهش حمله کرده و باهاش جنگیده، ولی خب در همون مسیر هم کشته شده طبیعتاً. و بعد والهالا چون این یه مرگ خوب داشته، شجاعانه داشته، زندگی بعد از مرگش هم داده که قتل‌های بیشتری انجام بده. البته برام سوال کاری انتخاب هم داشته که این کارو بکنه یا نه. حالا اونو برش اینجوری اون پرشا اینجا انتخاب داریم هلتمون رو کم بیشتر کنیم یا دفنس و کول داونمون. مثلا ما یه دور خیلی خوبی رو داریم سفری می‌کنیم. وای این چیه؟ این علامت گادافوار یونانه. مستری. این مستری سیل همینه. تبریک میگم دوست قدیمی. وای تو واقعا به یه جای عجیبه میدهی در بال. حالا میمیر کجاست؟ واقعا این حرف رو میخوای بهم بزنی؟ بعد از این همه وقت نمیتونستی حداقل بگی سلام به خاطر یکی از آدم هایی که به کثیف‌ترین شکل کشتیش؟ سلام هلیوس، میمیر کجاست؟ من از کجا بدونم؟ چرا خودمون نهیم دنبالش بگردیم؟ بریم دنبالش بگردیم. یا خدا کله جدید. هیچ کاری رو تاب کنم، هیچ دوکی رو تاب زفر من را برم. کله جدید چه شود. واقعا جالبتر برگردیم به یونان ولی با حالت سوم شخص، تا اینکه بریم به مصر رو نمیدونم این حرفا. وای برگشت به اون دنیای مردگان دوباره. خب چه خبره کریتوس؟ این اواخر یه دسته از خدایان کشتی به تازگی یا نه؟ آیا مردم رو زدی کشتی بعدم به عواقبش هم فکر نکردی و اینا کردی؟ بگو ببینم، تا الان به چند نفر خیانت کردی؟ به کسی که به اعتماد داشته؟ من دیگه اون آدم قبلی نیستم. نمیخوای بگی که مهربون شدی؟ باورم نمیشه. آدم وقتی اسپارتان میشه همیشه اسپارتان میمونه. من نمیتونی گول بزنی کریتوس. میدونی از قدیم چی گفتم؟ تو نمیتونی در سایه خدای خورشید قایم بشی. حداقل این چیزی که میگن این خودش خدای خورشید مگه نبوده امید؟ میتونم تو سایه خدای خورشید قایم شی؟ سایه نداره که. خب بچه‌ها این فکر کنم همینجوری ادامه پیدا کنه و اینجا جای خوبی باشه که متوقفش کنیم و ادامهش بذاریم برای قسمت بعدی. امیدوارم لذت برده باشید. داستان داره جالب میشه و قشنگ داره طول میکشه. من نمیدونم، دیدم یه سری ویدیوهای گوشته بودن 2 ساعته، چجوری 2 ساعته تمامش کردن نمیدونم واقعا، ولی ما فکر کنم تو 2 قسمت طول بکشه تمامش کنیم. ولی به هر حال مرسی که تماشا کردید. تا یه چیز دیگه از همین گیم شو. خدافظ.